سلام و صبح بخیر خدمت تمام شما عزیزان، افغانای عزیز و فارسی زبانای محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش باشید. در خدمت شما هستم عزیزان دل با یک داستانی از یک مادری افغان در امریکا. خواستم داستان این را امروز براتان بگویم و پیش از اینکه داستان را براتان بگویم، عزیزان دل، بسیار از شما پیام هایی گرفتیم درباره همه که خیلی هایتان از استیت دیگه میخواین در لس آنجلس بیاین و خیلی ها میخواین از استیت خودش در کالیفرنیا بیاین و یعنی منظور بعضی ها میخواین لس آنجلس بیاین و اینا. من یک برنامه دیگه براتان مخصوصی همه جور میکنم. خیلی ها پرسان کردن که خانه چه قسمی است و پیش از اینکه گفتم داستان بگویم یک تبلیغ باشه براتان، خبر باشین، من در این باره یک ویدیو براتان میمانم. خب عزیزان دل، میریم سر داستان خواهر نازنین و مادر فداکار در امریکا، مادر افغان. خواستم داستان از امروز با شما شریک بسازم. داستان را کوتاه میکنم عزیزان، خلاصه میکنم که داستان دور دراز نشوه. امیدوار هستم که خود ما بتانم خود کنترل کنم و که زیاد داستان را دور دراز نکنم، درباره اینا گپ نزنم. خب عزیزان، خواهری عزیز ما که داستانش را بر من فرستاده که من برتان داستانش را نشر میکنم. سلام خواهر سارا، امیدوار هستم خوب و خوش باشی. من در یکی از ایالت های امریکا در جنوبی ایالت های جنوبی زندگی میکنم. حدود 20 سال است که در امریکا زندگی میکنم. من با شوهرم آمدم امریکا با یک دانه اولادم که از همین شوهرم داشتم. من سالها پیش در افغانستان از شوهرم طلاق گرفتم و 3 اولاد داشتم. شوهرم اولادها را از من گرفت، 3 دو تا بچه یک دختر. و من تقریبا 5 سال را مجرد بودم. بعد من شوهر کردم و با یک مردی را که زن نداشت با او عروسی کردم و خب خلاصه رفتم پاکستان و از پاکستان آمدیم امریکا. اولادایم در افغانستان ماند و من اولادایم هم و دخترک و من خواستم امریکا و 2 بچه من نخواستم. چون بچه های وقتی که من عروسی کردم یکمی که کلانتر شدن بسیار من آزار دادن، اذیت کردن. ده و دشنا و مدمی در خانه ما آمدن و من بسیار پیش هر کس ده زدن. هرچند سن سال کلان نداشتن ولی هرچه که پدرشان میگفت میامدن همون کارا میکردن. تا اینکه من از دست اینا گریختم، بخی رفتم پاکستان. من شوهرم تا پیشنهاد کرد که بریم پاکستان، من هیچی نگفتم، در حالی که اولادای من افغانستان ماند و من خودم رفتم. به خاطر اولادای من رو بسیار آزار داده بود. ولی دخترکم خورد بود و بعدن که من آمدم امریکا ای شوهر کرد و ای خانه شوهرش رفت و خب من بعد از اینکه عروسی کرد و بعد از 2 سال عروسی از این من ایره کارش شروع کردم و ای را آوردم امریکا. خدا را شکر اولاد داره و زندگی داره و خانه داره. خوب است خواهر سارا، آدم دختری بدی نیست، گاه گاهی خبر میگیره از من. خوب از 2 بچه هایم بگویم که در افغانستان ماندن و اینا. من که در امریکا آمدم و ما یک 4 سالی را در پاکستان ماندیم و بالاخره آمدیم امریکا. و خوی بچه ها در پاکستان که من رفتم دیگه با اینا ارتباط تلفنی نداشتم، دیگه اینا نتانستن مرا آزار بده و اذیت کنه و دو دشنام. وقتی که آمدم من در امریکا آمدم و خب هرچی باشم من مادر هستم. از گوشه پیشا پرسان میکردم از خوارایم و از همی کسای دیگه که بچه هایم چطور هستن. میگفت خدا نشان نه تخوار جانم، و هنوزم که هنوز از تو دو میزنه پیش هر کس میشنه که مادر ما ای تو بود، مادر ما او تو بود. حالا پدرشان زن گرفته و ای دوتا کلان شده و کته شده و درس میخوانن بر خودشان ولی همچین بچه های خوبی نیستن. خب مادر بودم و خب خلاصه بعد از چند مدتی من خواستم از طریق خواهرم از اینا نمبر تلفن بگیرم و کت از اینا گپ بزنم. بعد از اینکه من 10 سال در امریکا بودم، من خواستم با بچه هایم گپ بزنم. گپ زدم و اول سلام علیکی و خب اولا و قضیات تحویل نمی گرفتن مرا که ها تو ما را ایلا کردی و رفتی شوی کردی و خب خلاصه خواهر سارا سر تا به درد بیارم. کم 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 من اینا را اینا مادر اینا شدم و مادر جان شدم و خب خلاصه برای من زنگ می زد و یک مقدار پیسه بر اینا روان کو. هیچ وقتی من فکر نکردم که من اینا را امریکا بخوایم و اینا پیش من در امریکا بیایم.
شوهرم در امریکا فوت کرد و تقریبا سال 2019 شوهرم فوت کرد در امی درد یا بگم مریضی کرونا. ای که من از شوهرم دارم یک بچه هستم. خب چی بگویم خواهر سارا، یک بچه که در امریکا کلان شوه و بچه امریکایی باشه، اونم افغانی، اصلیتش افغان باشه، همچین بچه خوب در نمیاد. همچین بچه خوبی نیست. او دو تا بچه مرا خوب پدرشان بیستور کرده بود، ولی این بچه را امریکا بیستور کرده. خوب هیچ فارسی گپ نمیزنه او. خال 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 هر جایش کپی کرده او. گوشایش هم غار است خواهر سارا. هیچ خوشم نمیاد از هم رقم رفتارش. خوب در امریکا زیادترین بچه هم قسمی است. گوشایش غار میکنه بعضی هایشان، بینیش غار میکنه بعضی هایشان، خال میزنه در جایش. و خدا ما یک افغان دیدیم تو هست که نمی تمامی گردن مردنش رویش دیگه جایش را دیم دیستایش. البته در چی دیدیم در فیسبوک عکسایش میمانه و ویدیوهایش میمانه دیدیم. خب خواهر سارا ای همچین بچه خوبی نبر آمده و دوست دخترهایی میگیره مثل خودش رو پس اعلام میکنه. خب بدمی خانم یه و نانمان میخوره و میره از اوی که پدرش، ولی نمیمانم که بیای زندگی کنه. میای از من خبر میگیره یکان بارم تو میای با یک شلوار کشال پایچهش در روی بوتایش انداختگی تنبان تا نمی کنش. خب چیزی هم گفته نمیتانم یکان گپ که بزنم در انگلیسی بر من میگد چه کار داری؟ گپ نزن. خب میره. خب خواستم از دو تا بچه ام بگویم برشان پیسر آن کو پیسر آن کو. ما یک $100 برای زی، $100 برای زو. یکان وقتا زنگ میزد که بسیار قیمتی است، تا اینکه کابل سقوط کرد تا سال 2021. دوتایشان خود اوزان انداخت که مادر یک نامه برای ما جور کو که ما امریکا بیاییم و تو در امریکا هستی و امریکایی هستی و افغانستان خراب شده. ما یکش زن داشته و با اولادایش و یکش زن نداره. یکش در دولت کار کرده بودم و زندارش که او یکی دیگهش کار نکرده بود در دولت که من نمیفهم درس خواندیم و نمیفهمی تو کردیم و تو کردیم. خب خواهر سارا رفتم این طرف دویدم و طرف دویدم این طرف دویدم. بچه‌م جانش در خطر است و بچه‌م شب و روز خواب نکردم و بالاخره ایرم مکت اولادایش در مو روزا ایره از افغانستان در طریقی یاد دادم و بالاخره در این کاری از ایره جور کردم و ای رفت قطر و سال 2021 آمد امریکا. ای آمد امریکا خواهر سارا و او دیگه شام کارایش را در راه انداختم که او را اویش نشد. او پسکایی خواب بود و ای میرفت میدان هوایی، او نمیرفت که کار من را تو جور کن. او ماند و سن سالش خورد نیست و اگل کارایش را انداختیم که شاید از 4-5 سال دیگه او رو بیارم امریکا بیایم. خواستم از دیگه برات قصه کنم خواهر سارا. ای آمد امریکا و خب خلاصه اسپانسر و تمامی خرجی افتاد در گردن من، چون من ای را اسپانسر کردم از طریق یک نفری که بسیار یک افغان پیسدار و یک انجو. من ای را تمام خرجی را در گردن گرفتم، گفتم خود من میتونم، شما فقط ای را بیاری. بچه من است و خب اولادش و زنش است و خواستم ای را از افغانستان ای را کشیدم. ایره کشیدم و ای آمد و دمو خانه من ای در آمد. ای را آوردم، خب خودم آوردم. این ماهی اول با این بچه خالخالی من که در امریکا کلان شده جنگ با ای شروع کرد و ای او را بزن و ای را بزن و دو بار در سر خانه من پلیس آمد. خب برازی گفتم این خانه از بابی ازی هستم، ای در این خانه کلان شده، تو اختیار نداری، تو را من اینجا آوردم که سرد پناه شوم، یک زندگی برای خود جور کنی. تو را اینجا ناوردم که تو جنگ و ایره در خانه نمان که چرا گوش ای غار است، چرا تنبانی از نکرش پایان است، چرا خال خال از خوهرچی هستی پیش از تو بوده. تو نمیتانی در سر ازی برادرگی کنی و یا بگویی که من برادر کلان هستم. بعدم ای یک امریکایی است، تو اینجا تو را آوردم موقتی هستی، ممکن است مثل دیگه افغانا تو پاسپورت شوی. اگر دولت تجدید نظر کنه که این افغانستان جور شده ما اینا رو پس میکشیم. بار بار برش گفتم، دیدم که نه نمیشه، این نمیشه.
در سر میز غذاخوری او را میگه که تو رو بروی زن من نشی. اگه او با زنش دست میده زنش هم میزنه که تو دیگه که تو گپ نمیزنی. خب خلاصا مجبور شدم برش گفتم که برو خانه بگیر برای خود. خب چون کار نداشت کی برز خانه میداد. 6 ماه من ای را تحمل کردم و خونی دیر خوردم، دوبارم پلیس در خانه ما آمد. بالاخره رفتم خودی من برز خانه گرفتم و پول پیش خود من دادم و ای را بردم جدا کردم. در حالی که اولی من خواهر سارا بسیار کلان است، میتونه دو خانه 4 فامیل زندگی کنه، ولی من نتانستم میره در خانه خودم نگاه کنم. کشیدم با اولادایش، با زنش. زنش گفتم تو خو میفهمی من نمیتونم با این زندگی کنم. رفتم یک آپارتمان بسیار خوردی را برش گرا کردم که خوبی خوب کار نمیکنه، تا این سر کار بره یک پیسه را پیدا کنه که رای خانه بده. وقتی که من از خانه گرفتم پول پیش خانهش دادم، کرای یک ماه خانهش دادم، گفتم دیگه خودت میفهمی، برش اساس خریدم، ظرف و ظروف و همه چیز برش بردم، خانه جور کردم، بردم در خانه تلا کردم. میفهمی طرف مدید چی گفت؟ گفت تو فایشه مرا از خانه کشیدی که فایشگری کنی که تو بچه مردگه بود. من خو میفهمم که تو فایشه هستی. طرفش دیدم، گفتم من میتونم این امیال برم در دولت شکایت کنم، تو را این ساد دپورت کنم. تو چرا من رای تو گپ میزنی؟ گفت تو اگر فایشه نبودی از بابیم طلاق نمیگرفتی، اگر تو فایشه نبودی و اولی را در سرت میزنی، برای من خانه تنگه گرفتی. گفتم تو جور نمیایی هر روز من پولیس دعوت کنم بیاین که دو تا تلسه اگه من با هم دیگه جنگ میکنم. برای من گفت او را از خانه میکشیدی. گفتم او را منمو قشوده خال خاله است، گوشاش غاره است، هرچه است تنبانش نصفش بدر است، ولی تا حالا مرا فایشه نگفته. در چی جورتی مرا فایشه میگی؟ گفت هستی، امیالم میگم هستی. گفت خواهر سارا دسترم زدم 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 زدم، گفتم چی بد کردم که تو را امریکا آوردم. حالی دلم در این زن و دوتا اولادت نسوزه، باید من تو را پس دپورت کنم. چی کنم همچین اولادی را؟ آمدم خانه یک قدر گریه کردم که خدایا چی غلطی کردم، چی بدی کردم. گوشت آرام بود، کسی نبود تو را بگوی که بالای چشم تو ابرو هستم. اولی کلان بود که کلان بود، دو تا اتاق شبیتی در دو تا دانشجو در که رابطی، در یک همسایه در که رابطی، پیسه شبیگی چرا ای را اردی؟ خوب ویش خواهر سارا زنگ زد در کابل که مادر من فایشگری میکنه، چون مرا از خانه کشیده او خانه کتر چی میکنه اگه واقعا فایشه نیست. خواهرهای برای من زنگ میزدن که تو چی میکنی در این پس بیری، بچه چی میگه، چرا ای را کشیدی؟ خب جنگ میکردن خواهر جان، دیوانیم کردم. خب میکد میکد و بچه مجرد هم میکشیدی. خوشوی می آروس من میشه دختر کاکای مادرم بر من زنگ میزد که کلان زن چرا آروس تکشتی؟ میشه که تو دم خانه مریض شوی بموری، خوامی از تو پرستاری میکرد. آخه خواهر جان من چرا بمرم؟ خب خواهر یک زنی تک تنها چی میکنی در خانه؟ خواهر سارا اینا دیوانیم کردن، کاری کردن که من ایران بودم که چی کنم. رفتم این بچه دیگر را که کارایش جور کرده بودم، گفتم برم کار از این خراب کنم. یون بیای همی کار میکنه، ایش که کار میکرد روزگارم از سیاه کرد. یعنی 2 سال کاملی کار نکرد و خرج از زیر زنش با اولادایش میامد، گریه میکردن که ما چی کنیم. هم کرای خانه از زیر میداد و ما 1000، هم خرج خانهش را مجبور بودم که برای او طفلا نان بتم و کالا بخرم و دیگه کنم. بعد رفتم که من دیگه از این بعد کرای خانه تو را نمیتم، او را پیش نرفتم، در خانه بود. گفتم کرای خانه تا میتی بیتی نمیتی، صاحب خانه میایه تو را عی میکنه، باید کار پیدا کنی برای خود. خودت مریضی زده بود که من مریض هستم، یک مقدار دولت برش میداد. او را چند بار مرا دولت خواسته که توی را اسپانسر کرده بودی. من از ترس گفته نمیتونستم
کی جانور است، من نمیتونم میره در خانه خود نگاه کنم. یک روزی وکیل برای من زنگ زده، وکیل افغانی، که بچه تو از دست تو شکایت کرده که من در افغانستان مادرم دربدر کرد و تمامی کارهای من خراب کرد و تمامی پولای من مصرف کرد و من اینجا آورده، مادر من خرج نمیدم. بچه تو از تو شکایت کرده. ولی برای وکیل گفتم خب اگه بچه از من شکایت کنم من چی کار کنم؟ گفت هیچ، تو را آورده اینجا میگه من دربدر کرده. دیگه خودی تو میفهمی دیگه، بچت مقصد گفته شکایت کرده و من وکیلش هستم با من گپ زدم. دست پایچه شدم که بیا گوش کو، حالا بچه تو رو زندان نکنه. رفتم با یک وکیل امریکایی گپ زدم، گفتم بچه از من شکایت کرده من چی کنم؟ گفت چرا؟ میگه من چرا مادرم کار من خراب کرده و از امریکا، از افغانستان آورده امریکا، ولی خرج من نمیدم. گفت برو در دولت شکایت کن، بگو من بچه من پس دپورت میکنم. چرا؟ بگو کار نمیکنه، من نمیتونم خرج بدم. بگو من ندارم. تا حال ایرم که برای از دو کرای خانه شداده و خرج شداده و دیگه شداده، بگو دیگه نمیتونم، نمیتونم، بگو دپورت میکنم. گفتم میکنه دپورت؟ گفتم میکنم. آمدم خانه، برای از او وکیل زنگ زدم، گفتم من رفتم در دولت، برای دولت برای من گفته که برو شکایت کن بچه تا دپورت کن. وکیل برای من گفت من میفهمیدم، ولی من خواستم برای تو بگویم چون من وکیل بچهت بودم. گفت من اینا لبر بچهت زنگ میزنم که مادر تو رو دپورت میکنم، دیگه تو هیچ کاری نکن. وقتی که برش زنگ زده که مادر رفته تو رو دپورت میکنه، این مثل که با افغانا گپ میزده، افغانا میگفته که نمیتونه کس کسی رو از امریکا دپورت کنه، هیچ کسی. ولی وکیل برازی گفته که مادرت چون تو رو اسپانسر کرده میتونه تو رو پس برگردونه، تو مشکل نداری در افغانستان. برای من زنگ زده میگه که اگر من افغانستان بروم یک روز دستم در تو برسه تیکه تیکه میکنم. گفتم تو میفهمی گبای تو سیف میشه اینجا؟ تا تلا تلفون قطع کرد و دیگه گب نزد. زنش با اولادایش آمده که مادر جان لطفا ما را دپورت نکن، ما با این بچه تا افغانستان بروم چی کنم؟ گفتم بچه ام دپورت نمی کنم شما را، من هر چی باشه انسان هستم، تو یک زن هستی با دو تی تفل، من تو شدو امو سگم دپورت نمی کنم، ولی باید برو کار کنم، من دیگه کرای خانه تانه نمی تام. خب خلاصه یال فعلا رفته، زبان یاد نداره، رفته در یک رستوران کار میکنه و ظرف میشه و کاسه میشه، مجبور هسته دیگه خودش میفهمه و کارش. خواستم بگویم خواهر سارا این قدر پشیمانی که من در عمرم شدم از آوردن بچه‌م پشیمان هستم که نگو و نپرس. خواستم برای همین زنایی که اولادایتان میخواین امریکا، سعی بکنین هم اولادتان از اول چه رقم بود. اگر از اول اولادتان بسیار اولادی خوب بود بخواین، اگر نه مثل بچه ما یک همه تا حرامی و نمک نشناس بود نخواین که روزگارتان سیاه میشه. من یک مادر هستم، من میتانستم میره دپورت کنم، ولی دلم در خودش و در اولادایش سوخت، دپورتش نکردم. بسیار خرج دادم برای زی، بسیار مصرف کردم. من کار میکنم در میسن سال، من کار میکنم هنوزم که هنوز، چون من یک پرستار هستم. خواستم بگویم خواهر سارا این قدری مرا اذیت کرد، این قدری مرا گبای بد بد زد که هیچ فراموش نمیتونم. من کدش گب نمیزنم، خانهش نمیرم، ولی اولادایش خانه میای، زنش میای، میره، نمیفهم خودش روان میکنه یا اینا میای. زنش بسیار یک دختری خوب است، میای اونجا را جارو میکنه، پاک میکنه، یگان غذا پخته میکنه. میگه مادر جان من تو رو بسیار دوست دارم، تو جای مادرم میشی، بسیار زن خوب است، ولی خودی بچم اندازه یک جو بر من ارزش ندارم. اینقدر پیسه مصرف کردم خواهر سارا تا آوردم. خواستم بگویم همین زنایی که فامیلشان رو میخواین یا اولادایشان رو میخواین، به خدا هیچ کس امریکا نیارین. این مردم آدم بشو نیستن، نبیارین خودتان رو اذیت نکنین، پولایتان رو خرج نکنین. اینا نه قدر امریکا رو میفهمه و نه قدر پول امریکا رو میفهمه و نه اینا قدر مادر و پدر و خواهر برادر رو میفهمه. خیلی ها رو شنیدم که در یوتیوب خودتان داستانایشان گفته و امروز خواستم من بگویم عشق که مرا بچه‌م در آورد، مرا فاحشه نام کرده بسته و این مردم، در حالی که خیلی ها مرا میشناسن، همسایه های من هستن، افغان ها هستن، ایرانی ها هستن. من سال ها چندین سال هسته که پرستار هستم،
هیچ کسی تا حالا از من بدی ندیده. شوهرم سال 2019 فوت کرده، من تا حالی حتی یک بویفرندم نداشتم، در حالی که هم سن و سالم زیاد هستم. ولی بچه من ندیده و نشنیده، من گفته یک فاحشه هستی، چرا من از خانه کته کشیدی؟ شوهرم هم پرستار بود، من خودم هم پرستارم. ما بسیار کار کردیم در امریکا، بسیار پیسه جمع کردیم، خانه خریدیم و یک زمین هم داریم که در آینده همی بچه مگه آدم شوه، کلش در نام خودم است. ایره نمیتونم هیچ چیز در نام این نیستم. اگه آدم شد خوینام رو برش یک خانمانه همی جور میکنم و پیسه شو برش میتونم. اگه نبود به خدا اگه تا زنده هستم من یک روپیه من دیگه برای کس بتونم بومرم هم در خیری هم ایتون. خوب عزیزان دل، داستان این مادر را شنیدید و این مادری که عشقایی را مهربانیش در آورده. زیادترین این مادرها از مهربانیش چوب مهربانیش هم میخورن. زیادترین این مادرها هم این قسم هستن. میگه چی کنم اولادم هست؟ چی کنم دلم باز میساز اولادم هست؟ زیادترین افغان های نمی قسمی هست عزیزان دل. زیادترین افغان ها، زن افغان ها که ببینیم، خب افغان ها رو زیادتر دیدیم، ایرانی ها هم قسم. بچه ها بد میشن، دو میزنن، دشنام میتن، پس همین مادر میبخشه و میاره خانه. ولی این بچه ها هیچ وقت خودشانه ایره آدم نمیسازن که حداقل انسان شون. بیاین از همین مادر معذرت خواهی بکنن. همین بچه همین گبه که در مادرت گفتی که تو یک فاحشه هستی و اولی کلان چه میکنی و تو را از اونجا احسان کرد آورد همینجا. من نصیحت من بر زمین همی هست، اگر میشنوا ویدیوی من رو میبینم، برو در روی دست پای مادرت بیفت و ازش معذرت بخوا. همی اولی کلانی که تو میگی چه میکنه، شاید اگر تو خوبی کردی وقتی که همی خدای نکرده در این دنیا نبود در تو یک چیزی رسید. ولی قدر با مادرایتان بد رویه میکنین که میگه من هر چی دارم برای خیریه میتونم، نمیتونم برای اولادایم. این کار نکنین. اینمی جنگ که میکنین سر دسترخان، خود بیادر کلان میگیری بیادر خورد، اینجا امریکاست. اینجا امریکاست، تو نمیتونی بگویی که یه چرا ایره میپوشه یه چرا رو نمیپوشه. در تو چی پیش از تو آمده؟ در امریکا، در دنیا آمده. و افغانستان نیست که تو خود اوتو بسیار کلان بگیری و کتا بگیری و خود بسیار زدنی بگیری. اینجا امریکا هستم. تا حال او رام تو را به خاطر مادرش گب نزده، وگرنه او میتانست تو را جل پلاس تو را گرفته از خانه بابش بیرون بندازه و خانه از خانه بابه او هم بود. ده تو میشد ناپدری، ده او میشد بابه. چرا یک مادر که براتان عمر خود ضایع میکنه در پایتان و عمرش هم میمانه و او رام در چه قسم تو را خواسته از افغانستان اینجا آمدی و تو چرا این کار میکنی که باز چرا گبی بد میزنین؟ بار بار مرا گفته پاید لبی گور است، اونم خال خالی بچه یک بلا سرت میاره. من میفهمم اینمی خال خالی هر رقمی هست، از بچه هم خطرناکتر، از بچه کلانم خطرناکتر نیست. دخترم خانه ندارد، آپارتمان زندگی میکنه. بار بار خیلی ها بر من گفته که چرا دختر تن نمیاری همینجا؟ نمیارم. چرا بیارم؟ وقتی آوردم شریک میشه، شریک زندگی میشه. دیگه هر چی شد میگه مادرم وظیفهش هستم. باش کرای آپارتمان شویش بده، زندگیش پیش ببره. چرا بتم؟ باش خانه خالی باشه. خانه هایم خالی هستم. صبح میرم در قلف میکنم، شب میایم. گوشم آرام هستم. شش ماه بچه‌م زندگی من نابود کرد. شش ماهی شاید من در امریکا 20 سال قدر تشویش نکرده باشم. خوب عزیزان دل، مادرای عزیز، خواهرای گران قدر من، در کامنت نوشته کنین چقدر صحت داره اولادا با مادرایشان همچین کارهایی میکنه. چقدر؟ لطفاً خواهشان بنویسید. دردایتان رو بیرون بریزین. در داخلتان نریزین، نابود میکنه شما را. نابود میشین، به خدا اینمی هیچ چیز آدم از پای در نمیاره به جز تشویش و غصه. غصه نخورین. بیرون بریز. میگو بیرون بریز غماره. یک بیت هستم. در کامنت نوشته کن که ها نمیگی از خوده، از خودی دم قسمی هست
بگو چیم دیدم، من میگم کسی را که با چشمم دیدیم. نوشته کنین که منو بشرمن، نوشته کنین که نمی اولادای بی‌مسئولیت، اولادای بدزبان، اولادای گنده که دبابشان رفته، همینا بفهمن که مادرای ما میفهمن، ولی به خاطری که مادر است گپ نمیزنن. مادرای ما میفهمن که ما چقدر بی‌تربیه هستیم، چقدر بی‌وجدان هستیم، ولی به خاطری که یک مادر است گپ نمیزنن. بنویسین، بنویس خواهر ما، بنویس برادر ما که بچه تو و تو به احترامی کرده، دختر تو به احترامی کرده، پیر شده اینا را نگاه کردی، نان دادی، آخرم استاد شد گفت پای تو لبی گور است، من جوان هستم. بنویس برادر در کامنت است چی میشرمی؟ از کی میترسی؟ یک عمر در دروغ زندگی کردین، یک عمر. بچه دوت زد تو گفتی بچه ام خوب هستم، بچه‌ت لعنت کرد تو گفتی بچه‌م خوب هستم، شویت نابودت کرد گفتی نه شوی من خوب هستم، زندگی تا تباه کرد گفتی خوب هستم. چرا قد دروغ میگین؟ چرا قد زندگیتان سعی کنین اما حقیقت‌های زندگی رو بگوین؟ من به عنوان یک خواهری خردتر و کوچکتر از کلتان امروز خواستم براتان بگویم چیزی را که شما پود و پنهان میکنین برای خداوند آشکار است. سعی بکنین امو پنهانکاریاتانه برملا کنین. یک نوشته کرده بود یه خواهر ما که آبروی افغانا میره، خواهر سارا آبروی افغانا را نبر. درست است افغانا خراب هست، افغانا بد است. در جواب کامنتش ریپلای کردم خواهری عزیز باید آشکار شود این کارایی که اینا میکنن در خفا، باید مردم دنیا ببینن و بشنون. چرا اینقدر تمام سال ما با دروغ زندگی کنیم؟ چرا ما حقیقت نگوییم؟ همچین اتفاقات میفته در هر جای، در همین امریکا بسیار اولادا هست، اولادای امریکایی که از مادرایشان اطاعت نمی کنن، مادر دوست ندارن، ولی مادرایشان همون رویه را با خودشان می کنن. 18 ساله شد از خانه میندازه بیرون، میگه برو گم شده یا خودت برای خودت نان پیدا کن. به خدا دمو خوردی 4 ساله باشه 5 ساله باشه یک لقمه نان پیشش بانه میگه تشکری کن، بگو که من برای تو این نان آوردم، بشقابت خودت بگی، خودت ببر بشقابت بشوی جمع کن. اگر حداقل به احترامی کرد بزرگ شد، مادر خون گریه نمی کنه که من در پایی چقدر ریختم، آخیرم می آمد مرا فایشه گفت. اگر محبت برای اولادش نمی کنه، فردایی که اگر اولاد به محبت شد، مادرش مشکلات عصبی پیدا نمی کنه که این همه برای بچه زحمت کشیدم، آخر ببین با من چی کرد. میگه خوب ما محبت نکرد و هم نکرد. خوب عزیزان دل، شما را به خداوند پاک و یکتا مسپارم. روز و روزگارتان خوش. تا برنامه آینده که بازم با شما باشم، شما را به خداوند پاک و یگانه مسپارم. روز و روزگارتان خوش.